بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللهولوسلام عل رسولله محمد وعله وصحبه اجمعین تشریع اسلامی در عصر طابعین درس هشتم ما البته بخش دوم این درس تشریع اسلامی در عصر تابعین هست یا دور سوم تشریع اسلامی که ما قبلا گفته بودم ک دوره ها یا ادوار تشریع اسلامی پنج دور است دور حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و دور صحابه کرام و دور سوم تشریع و قانونگذاری در عصر تابعین این دوره یا این مرحله را مرحله تدوین و اجتهاد نیز گفته می شود این دوره از ابتدای قرن دوم قرن دوم هجری آغاز میشه و تا اواسط یا تا نیمه های قرن چهارم هجری که حدودا 250 سال میشه ادامه پیدا میکنه این عصر تابعین بعد از او عصر تبع تابعین این عصر عصر تدوین بود یعنی که حدیث پنبر صلی الله علیه وسلم تدوین شد و اجتهاد و استخراج مسائل جدید هم صورت گرفت در این رابطه خو خب میگیم که در این دور علم و دانش و نهزت علمی به اوج خود رسید اما قبلا یک یادآور شدیم که در بخش اولی درس ما گفتیم که اختلافات سیاسی ای با بالای تشریع اسلامی یعنی سایه گذاشته بود و یک گونه اختلافات سیاسی باعث اختلاف در تشریع و قانونگذاری و فقه و فکر هم به وجود آمد در این دور امو تصور سیاسی چی گونه بود یا تصویر سیاسی یا حالت سیاسی چی بود ما گفتیم که در این عصر مثلا وقتی که حضرت علی را به شهادت رسید خلافت به ها رسید و کسانی که طرفدار حضرت علی رضی الله عنه بودند اونها مخالف تقریبا خلافت اموی بودند و این خلافت را مثلا قبول نمی کرد یا این حکومت را قبول نمی کرد بالاخره عباسی ها این حکومت اموی ها را از بین برد و این حکومت را به خاطر از بین برد که اونها فکر می که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وسلم یا اولادای حضرت علی رضی مستحق خلافت هستند که اونها باید خلافت بگیرن بعضی علما میگه که اینها عباسی ها یعنی خود را اولاد حضرت علی را دارن دانستن یا اولاد حضرت ابن عباس را دارن دانستن و به می فکر بودن و به می فکر به شکل بسیار شنی و بسیار بد خلافت اموی را از بین بردن و خلافت را به دست خود گرفتن و اونها را یا کشتن و یا تبعید کردن و بعضی علما می اینها اصلا باور و عقیده به این نداشتن که اینها طرفدار حضرت علی باشن و یا از اهل بیت حمایت بکنن و یا مثلا خود را طرفدار حضرت علی را در به واقعیت بدانن به این شکل نبود بلکه اینها ازمی وسیله استفاده کردند و خود را به خلافت رساند وقتی که اینها به خلافت رسیدن اموی ها از بین برده شد اما به بعضشان اجازه داده شد که اونها به طرف اندلس برند به طور مثال امیر عبدالرحمن ابن ماویه اینها را اجازه دادند که به اندلس برند و در اندلس اونها اونجا برای خود یک خلافت دیگه ساختند یعنی اختلافات سیاسی بسیار عمیق در بین مسلمان ها به وجود آمد مثلا این اختلافات بالاخره دوام پیدا کرد در مغرب و همچنان اونجا یک خلافتی به وجود آمد حتی امی خلافت عباسی ها هم به چند گروه تقسیم شدند در وقت هارون رشید گروه های مختلف یا حکومت های مختلف به وجود آمد که نام هایش هم در بعض تواریخ ذکر شده هدف از این موضوعی است که در این اثر یک گونه اختلاف عمیق سیاسی در بین مسلمان ها وجود داشت این یک پوینت یا بخش منفی ای دوره بود که اهل تشیع کوشش میکردند که برای خود خلافت بسازند و اهل سنت برای خود خلافت می و قبلا یادآور شدیم که در بین اهل تشیع هم گروه های مختلفی بودند اونها هر کدامشان برای خود خلافت می پس این اختلافات باعث شد که در بین مسلمان ها از یک لحاظ اختلافات پیدا شود و باعث کندی امو حرکت علمی شوه اما از لحاظ دیگر تابعین و همچنان شاگردان تابعین اینها کوشش کردند که در این عصر اینها نهضت علمی را به وجود بیارن اینها تانستن که نهضت علمی یا حرکت علمی را به وجود بیارن کتاب های مختلف و معتبر در علوم مختلف تدوین شد و ای دوره را به خاطر امی که کتاب های مختلف دری تدوین شده و اجتهاد شده این مرحله را یا ای دوره را یا این دور و تدوین و اجتهاد دوره تدوین یا تعلیف کتاب ها و اجتهاد نامیده شد همچنان این دوره را عصر تابعین هم گفته میشه به خاطر که در این عصر اکثریت مردم که امی کار قانونگذاری و تدوین و اجتهاد را به عهده داشتن تابعین بودند و اینها صلاحیت وضع قوانین و حل مسائل قانونی ای صلاحیت های اینها بودن و ای کار این کار اینها به عهده داشتن در این دوره سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و فتاوای صحابه کرام و تابعین و تبع تابعین این همش تدوین شد یعنی هم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم تدوین شد و هم فتاوای صحابه کرام که از اونها صادر شده بودن نظریات صحابه کرام تدوین شد و تابعین و تبع تابعین که اجتهادات میکردن اون هم تدوین شد و علوم اسلامی به در حقیقت به یک دایره المعارف تبدیل شد دایره المعارف بزرگ دایره المعارف به این معنا که هم علوم در او باشه یعنی هم دایره المعارف به شکل کتابخانه هم شده میتونه به شکل یک کتاب کلان هم شده میتونه که یک کتابخانه بزرگی باشه که در او هم حدیث باشه هم تفسیر باشه هم فقه باشه هم نه و سرب باشه هم بلاغت باشه هم علوم القرآن باشه و هم اصول فقه باشه و اصول حدیث باشه و اصول تفسیر باشه یعنی همه علوم در او باشه ای را دا دایرات المعارف میگه که به شکل کتاب خانه یا یک کتاب بزرگ باشه که تعلیف شده باشه و در او همه مسائل بحث شده باشه هم اصول فقه هم اصول حدیث هم اصول تفسیر یعنی علوم اسلامی به یک دایرات المعارف و دایره معارف بزرگ در تفسیر قرآن کریم فقه اصول فقه و مسائل دیگه تبدیل شد در این دوره ویژگی دوره ای بود دیگر که استعدادها و نوابغ بزرگ علمی ظاهر شدن یعنی علمای بسیار متبهر علمای بسیار قوی اونها بروز کرد و به مردم آشکار شد و اونها اشتهادات بزرگی کردند که از خود آثار مهم و ارزشمندی را در عرصه های مختلف زندگی اونها به جا گذاشتند مثلا امامان مذاهب چارگانه ای در امی دور یا در اصر با وجود که در اصر دری ای ظهور کرد و در ای اصر به وجود آمدن و کتاب های مختلف را تدوین کردن و اجتهادات مختلفی را کردن این دوره یا دوره تابعین یا دوره تدوین و اجتهاد دوره گسترش علم و دانش بود و مسائل بسیار بزرگ و مسائل بسیار جزئی و فقهی و فروعی اینها تعلیف شدن و استنباطات و اجتهادات قوی و اجتهادات گسترده صورت گرفت آلی میایم به این موضوع که منهج تابعین در تشریع احکام چی گونه بود یعنی اونها وقتی که احکام را اجتهاد میکردن یا استخراج میکردن یا بیان میکردن یا به شکل قانون برای مردم قانونگذاری میکردن چی روش را اینها استفاده میکردن نقش یا شیوه اینها مانند شیوه صحابه کرام بود یا به نقش قدم اونها اینها روان بودن مثلا که قبلا ما در تشریع و قانونگذاری در عصر صحابه کرام گفتیم یا روش صحابه کرام در تشریع احکام گفتیم که اونها اول از کتاب است... کتاب الله تعالی استفاده میکردن اینها هم از کتاب الله تعالی استفاده می کردن بعد از سنت پیامبر صلی الله علیه و بعد اینها به فتاوای صحابه کرام هم مراجعه کردن اگر در فتوای صحابه کرام نبود یعنی در قرآن و در حدیث پیامبر صلی الله مسئله یا حکم مسئله نبود و در فتاوای صحابه کرام هم نمی بود باز اینها در این مسئله اجتهاد میکردن البته اجتهادشان در روشنایی آنچه که از صحابه کرام اینها فرا گرفته بودن اینها اجتهاد میکردن و به اساس امو فهمشان که از صحابه کرام گرفته بودن اینها اجتهاد میکردند. در دوره صحابه کرام مسائلی که در باره آن اجتهاد شده بود یا صورت گرفته بود به مو وقت یا به نیازهای امو وقت کفایت میکرد کدام حوادثی که و کدام واقعاتی که در اصر صحابه کرام واقع شده بود اونها همو مسائل را به مو شکل که در او اثر تقاضا میکرد حل و فصل کرده بودند از احادیث پنبر خدا صلی الله علیه و, سلم و آیات قرآن کریم اونها استنباط کرده بودن و یا اجتهادات کرده بودن و یا اجماع صورت گرفته بود امو حوادث و مشکلات و یا امو مسائل حل شده بود و احکام برای اونها استخراج شده بود و مواردی که حکم او در قرآن و در سنت نبود اونها اجتهاد میکردند اما در زمان تابعین مسائل جدیدی به وجود آمد مسائل نو به وجود آمد و مسائل و مشکلات جدید واقع شد پس اینها نیاز داشتند که احکام اونها را در روشنی دستورات شریعت اونها چی کنند استخراج و بیان بکنن و اینها کسانی بودند یعنی تابعین کسانی که صحابه کرام را دیده بودند که همه مردم به اینها نظر داشتند و از اونها مشکلات حل مشکلات خود را می‌خواستند و به اونها مراجعه می‌کردند پس اینها متصدیان امور شرعی بودند یا تشری بودند که این کار را به عهده خود اینها گرفته بودند پس اینها در وقایع و حوادثی که رخ میداد، یا واقعاتی که پیدا میشد و احکام او نبود اینها احکام را برشان صادر میکردند و کوشش میکردند که احکام را برای مسائل جدید بیان بکنند و وقتی که اینها اجتهاد میکردند اجتهاد اونها مبنی بر او قواعد کلی شریعت بود که اینها از صحابه کرام یاد گرفته بودن از قرآن و حدیث پنبر صلی الله و اجتهادات صحابه کرام و همچنان در ضمن اینها مصالح عامه مردم را هم مراعات میکردند یعنی از یک لحاظ که اینها اصالت را در نظر می گرفتن یعنی از قرآن و حدیث بیرون نمی شدن و از اجتهادات و اقوال صحابه کرام یا فتاوای صحابه کرام بیرون نمی شدن معاصرت را هم در نظر می گرفتند که در عصرشان کدام تقاضای مردم بود ضرورت های مردم بود یا نیاز مردم بود به اساس امون نیاز مردم مسائل را حل و فصل می و از قرآن کریم مسائل را استخراج و استنباط می که این کار تابعین باعث گسترش علم شد علم توسعه پیدا کرد و بالاخره وقتی که علم توسعه پیدا کرد اجتهادات مختلف صورت گرفت استنباطات مختلف صورت گرفت این کار باعث اختلافات فقهی فروعی هم شد یعنی یک تابعی یا یک مجتهد که یک گونه یک مسئله را استنباط و حل و فصل می کرد یا او را به اساس امو قواعدی که یا اصولی که برای خود وضع کرده بودن او مسائل را حل میکردند کردن یک عالم و مشتهد یک تابعی دیگه او را به یک شیوه دیگه یا به اساس اصولی که برای خود وضع کرده بودند به اساس او اصول او را حل و فصل می پس در بین تابعین یا مشتهدینی که در اصل تابعین بودند در بینشان اختلاف فروعی و اختلاف فقهی به وجود آمد و این چیزی بود که در اصل صحابه کرام ای نبود یا کمتر مشاهده می شد چرا که در اونجا مو اجتهادات اقدر گسترش پیدا نکرده بود و همه مسائل توسط صحابه کرام از قرآن و حدیث حل می شد و همچنان اجماع هم اینها می کردن و مسئله دیگه که در منهج تابعین در تشریع احکام ما بگویم در زمان تابعین دو دیدگاه و یا دو طرز فکر در موضوعات غیر منصوص به وجود آمد یا عمومیت پیدا کرد که یکی را ما مدرسه اهل مدینه میگیم یا مدرسه اهل حجاز یا مدرسه اهل حدیث برش میگیم این نامای مختلف داره یعنی صحابه تابعین که در مدینه منوره یا حجاز زندگی میکردن اونها را مدرسه مدینه یا مدرسه حجاز یا مدرسه اهل حدیث گفته میشد شد که اونها طرز فکرشانی بود که باید در همه مسائل احادیث پنبر صلی الله علیه و سلم روایت شود و ما باید احکام را از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بگیریم این یک مدرسه بود و یک روش بود و یا یک طرز فکر بود که حتی احادیث را روایت نمی کردن احادیث را ببخشین استنباط و استخراج نمی کردن و اجتهاد نمی کردن و می گفتن که ما باید همه مسائل را از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله مستقیما بگیریم حتی در بعض موضوعاتی که در اون نصف وارد نشده بود از اینها پرسان می در بعض موارد اینها می گفتن که ما نمی که به شما چیز حلال را حرام بدانیم یا حرام کنیم و یا یک چیزی حرام را حلال بسازیم یعنی ما اجتهاد نمی کنیم و ما خود ما از جان خود حکم صادر نمی کنیم این کارشان به سبب احتیاط زیاد بود که یک مسئله را بیان نکنند که او مخالف قرآن و حدیث باشد و یک مدرسه اهل کوفه بودند که اونها را اصحاب الرأی یا مدرسه اهل هم گفته می شد که اینها وقتی که احادیث به کوفه و عراق می رسید با او احادیث احادیث موضوعی هم زیاد خلط می شد و مغرزین زیاد کوشش می کردن که احادیث موضوعی را هم بسازن تا مردم را گمراه بسازن پس اهل کوفه یا اهل این اینها کوشش می کردن که از احادیث موضوعی جلوگیری بکنن و می گفتن که از این بهترین است که ما حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که با پیامبر صلی الله علیه نرسیده باشه یا او نگفته باشه دروغ باشه او را روایت بکنیم خوب است که ما او را روایت نکنیم بلکه ما مساله را به اجتهاد خود حل بکنیم یعنی اونها کوشش میکردند که ای هم ای کار هم به اساس احتیاط بود که اینها نمیخواستند که احادیث دروغ با و پیامبر صلی الله علیه و گفته شود بسته شود چرا که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار كسي كي از جون خود حدیث را به بما بسته بکنه یا نسبت بده یک سخن را که او در دوزخ برای خود جای تیار میکنه اینها دیدگاهشان ای بود که بجایی که ما حدیث دروغ را روایت بکنیم خوب است که ما اجتهاد بکنیم و مسئله را به اجتهاد حل بکنیم و وقتی که ما اجتهاد میکنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما فرموده یا به امت خود فرموده وقتی که مجتهد اجتهاد میکنه به حق میرسه به او دو اجر داده میشه و وقتی که اجتهاد میکنه و به حق هم نمیرسه خداوند یک اجر برش میده گناهگار شمرده نمیشه اما در صورت روایت حدیث موضوعی ما ها گناهگار میشیم پس به اساس احتیاط اینها حتی حدیث, حدیث را به پنبر خدا نسبت نمیداد یعنی یک حدیث صحیح هم اگر می از ابو هرره را الله عنه روایت شده بود یا از ابن عباس یا ابن عمر روایت شده بود اینها میگفتند که قال ابن عمر یا قال ابو یا قال ابن عباس اتو نمی که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر احتیاط که مبادا این حدیث پیامبر خدا نباشه و ما او را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت بتیم و ما در گناه داخل شویم پس اینها میگفتند که ما باید کوشش بکنیم که مسائل را به اجتهاد حل بکنیم این دو دیدگاه هم به وجود آمد که بالاخره این دو دیدگاه باز بعدن چی شد کمی با هم نزدیکتر شد یعنی بعض شاگردان امام ابو حنیفه رحمه حالا مثل امام ابو یوسف امام محمد اونها به حجاز یا به مدینه منوره رفتن و با امام مالک رحمه حالا ملاقات کردند و از اونها امو روش اه اهل حجاز یا اه روش اهل حدیث را گرفتن و او را به کوفه و به عراق آوردن و امو بعضی علومی که اهل رای داشتن او را به حجاز منتقل کردن و بعضی از شاگردان امام مالک یا بعضی از تابعین اینها رفتن یا بعضی طب تابعین اونها رفتن به کوفه و به عراق و شیوا و روش اهل رای یا اهل کوفه اونها را آموختن و گرفتن و او را به مدینه یا حجاز منتقل کردن پس فاصله و نفرتی که در بین دو مکتب یا دو مدرسه وجود داشت ای از او کاسته شد و کم شد و بالاخره اختلافات در بینشان کمتر شده بود خب باز هم این دو روش تا حد زیاد بالای علمای او اثر تأثیر خود گذاشته بود ویژگی های دوره سوم که در این دوره سوم تشریح اسلامی چی ویژگی های داشت و چی خصوصیات داشت البته وقت یا امو زمان امی درس به پایان رسیده به می کفایت میکنیم انشالا در درس بعدی ویژگی های دوره سوم تشریع اسلامی را بیان میکنیم که چند ویژگی داشت و این ویژگی یا این حالات بالای تشریع اسلامی چی اثر و یا چی تأثیری را گذاشته بود انشالا بحث میکنیم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته